الرحمن. فرزان احمد عزيزم رئيس مؤسسه خيريه هيلا، ودينجا على اشتراك ما يستكما ان مشكوك جو بيش ده فعلا هيك يك سرنخ بين يك اقدام النكي بين داري بنو المحترم افغانستان است بتن كذ طريقه مي دستورات ها خدا و نمایش بگذارن و از این طریق میتونن که به خود و کشور خود یک قاعدت خوبی داشته باشد و رنده های البت نزدیک و یاد بودن. پیام برای همه خانم هایی است که هیچ خانم باید نگوید که من نمیتوانم، من اجازه فامیلی ندارم یا من نمیتوانم توانش ندارم. وقتی هر خانم توانه است و میتونه و امی کاره خود میتونه که از خانه خود انجام بده، لازم ضرور نیست که نه و بیرون به جامعه بیرون شوند. وقتی که رسم رواج های مختلف وجود داره، انامات مختلف است و از دولت خود خواهش دارم که خانم هایی که میخوان که رشد کنن، خانم ها اتما همیشان لازم گیره نمیگن که ما باید بیرون باشیم کار کنیم و از بیرون ما باید کار داشته باشیم. میتونه که از خانه های خود میمه فعالیت خود کنن و کار خود انجام بدن. با نام یاد خدا، بی بی زینب صادق هستم، یکی از اعضای اتاق تجارت. امروز برای بار دیگر بازگشایی اتاقهای تجارت است و امروز دور هم جمع شدیم و بانوان عزیزی که به اینجا حضور دارن با همو استعدادهایی که دارن، با اون صنایعی که دارن، با اون محصولاتی که دارن امروز به نمایش میگذارن. به مخاطر امروز افتتاحی اتاق تجارت است که ما دوباره او را بازگشایی کردیم. ما میبینید که امروز بخشی از رهبری امارات اسلامی افغانستان در بازگشایی اتاق تجارت و صنایع زنان اینجا حضور دارن و حمایه خود را از این بخش اعلان کردن و وعده دادن که آنها انشاءالله در آینده هم با هماهنگی و همکاری این اتاق برای خانم ها در بخش های مختلف بخصوص در تجارت و صنعت زمینه های خوبی کار را فراهم میکنه. امارات اسلامی افغانستان در بخش رسیدگی به حقوق زنان هیچ نوع تغافل نمیکند. امارات اسلامی افغانستان در راستای تشکیل دولت همشمول گام های زیادی برداشته است و البته همواره گفته که به این بسنده نمیکند، بلکه در آینده گام های بیشتری هم در این راستا میبردارد. دولت همشمول نیاز مردم و دولت افغانستان است، نه نیاز جامعه جهانی، و به اساس این نیازمندی که ما میبینیم انشاءالله امارات اسلامی افغانستان در این راستا گام های دیگری هم خواهد برداشت. بازگشایی اتاق تجارت و صنایع زنان نتیجه تلاش های رهبری این اتاق است و آنها با تلاش های پیهمی که نمودن توانستند با همکاری و هماهنگی وزارت تجارت. این برنامه نهایی نشده و قرار است در آینده نهایی شود انشاءالله. موقف امارات اسلامی افغانستان در این مورد با رسانه ها شریک می شود. کمیته کنترل نرخ موادها در شهر کابل و همچنان در سایر شهرها فعال است و چنانی که شما شاهد هستین هفته گذشته هم آنها نرخ ها را تعیین کرده بودند و به اساس همان نرخ های تعیین شده هنوز در بازارها خرید و فروش می شود. ان شاء الله امارات اسلامی افغانستان باز هم کوشش میکنه در جریان ماه مبارک رمضان نرخ ها را کنترل نگه دارد. قابل ملاحظه یا کمبود بانکنوت های کشور مواجه نیستیم و البته بانک مرکزی افغانستان در این راستا دست به کار هست و انشاءالله مشکل پیش نخواهد آمد. به این مشکل رسیدگی می شود. هنوز بانک مرکزی افغانستان با مشکل خاصی روبرو نیست و آنها اطمینان می دهند که در راستای فراهم نمودن بانکنوت های جدید در بازار انشاءالله آنها اقدامات درست انجام می دهند. مورد باید معلومات بکنیم. وضعیت حقوق بشر در افغانستان خوب است و امارات اسلامی افغانستان آنچنانی که همیشه تعهد نموده باز هم به تعهد خود استاده است که حقوق همه افغانها اعم از مرد و زن و خرد و بزرگ را تامین میکنه و انشاءالله حقوق هیچ کسی پامال نمیشوه و امارات اسلامی افغانستان این را مسئولیت و مکلفیت خود میدانه تا حقوق همه را تامین بکند. متاسفانه به همه جهان معلوم است افغانستان در ظرف 7 ماه 8 ماهی که با آمدن امارات اسلامی باعث شده که قویداد و شرایطی که برای بانوان ماندن بسیار روزای سختی را به سر بردیم و حتی ما نتانستیم که به اون محصولات خود به فروش برسانیم یا صنایع دستی خود با جوازهایی که خانوما داشتن، با کارها و فعالیت‌های که داشتن، حتی کارگاه‌هایی داشتن، تمامش بسته شد، با یک رکورد اقتصادی بدی مواجه شدیم.
همچنان باید خواست ما از دولتی است که قراردادهای داخلی باید در قراردادهای داخلی سهم زمان داده شود، چون قبلا با وجودی که 5% در تمام تدارکات ملی نقش در زمان و من خودم من حیث یک زمان تجارت بشه هیچ وقت به حق اساسی خط نرسیدم و یک قراردادی را من از دولت کسب نکردم و فعلا تقاضای ملی است که در راستای گرفتن قراردادها در تمام زمان که در بخشهای تولیدی کار میکنند صورت بگیرد. ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم، شرایط اسلامی رو میخواییم تطبیق بکنیم. یه خانم امروز نظر به شرایط فیلمی کلگی موبایل و کمپیوتر دارم. از ما یه خانمی که در رشته موبایل سازی درس خوانده باشه، 3 سال بانتونش خوانده باشه داشته باشیم و خود دو در بازار اسم مربوط به خانم ها باشه، در اونجا موبایل سازی کار بکنه، ضرور نیست که موبایل خدا بره با تمام راز و نیازی که دمه این از او داره او رو برکس یک مرد داره میدونه که اون خودش رو برای توشی خانم رو بمیر ترمیه بکنه. در این عرصه با هماهنگی و با همکاری با اتاق تجارت و صنایع زنان کار بکنند و زمینه های خوبتری را با در نظر داشت رهنمود های دین مبین اسلام و با در نظر داشت ارزش های و فرهنگ افغانی برای خانم های ما زمینه های را مساعد بکنند تا آنها بتوانند رزق حلال به دست بیارند. امارت اسلامی افغانستان که مسیر خودکفایی اقتصادی را اختیار کرده است و می خواهد تا کشور خود را با پای خود از نگاه اقتصادی استفاده بکند، چون ما و شما دیده ایم در 20 سال گذشته چنانکه که قبلا برادر ما گفتند در اینجا 2 تریلیون دلار خرج شده اما در بخش صنعت تنها 26 میلیون دلار خرج شده، یعنی یک درصدی بسیار کمی که حتی از 1% هم کم پول در بخش صنعت خرج شده، چون آن زمان اراده برای این وجود نداشت تا افغانستان از نگاه اقتصادی با پای خود استفاده شود، بلکه تلاش برای این میشد تا افغانستان همواره نیازمند جامعه به اصطلاح جهانی و خصوص جامعه غربی بوده باشد.